درود و سر درود و بنام خدای رنگین کمان اقور هستم. امروز دوشنبه 8 آپریل 2024 در خدمتتون هستیم با بروز رسانی وضعیت بازارهای مالی. یه نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که امروز تا کنون داشتیم، چون دوشنبه است، یه مقدار دیرتر اومدیم که دیروز چون ویدیو هفتگی رو گرفته بودیم و در مورد هفته قبل صحبت کرده بودیم، دوشنبه یه خورده دیرتر گرفتم که اتفاقات تا الان بیفته و ببینیم که کجای بازار هستیم و بعدش در مورد ادامه روز صحبت کنیم. در ابتدای هفته ای هستیم که تقریبا در 4 هفته گذشته اکثر بازارهای سهام و اکثر سهام کاهش پیدا کردن. حالا در ابتدای هفته ای هستیم که بعد از این چند هفته کاهش منتظر یک سری تغییر تحول جدی تر تو بازار هستیم، به دو دلیل. یکی که در همون دیروز عرض کردم خدمتتون، این هفته هم گزارش های درآمدی رو داریم، هم دادهای تورم ایالات متحده رو داریم، همین که روز چهارشنبه صورت جلسه بانک مرکزی منتشر میشه. اما امروز تا کنون، یعنی در این ابتدای هفته، یعنی این در واقع اینو عرض کردم خدمتتون که بدونید که اهمیت و در واقع درجه اهمیت این هفته چقدره و چرا ما تو این هفته اینقدر برامون مهم هستش که این چطور خواهد بود. امروز تا کنون من تقویم اقتصادی رو بیارم، کجا رفتیم؟ آها اینجاست. امروز تا کنون یه سری داده داشتیم که منتشر شده، که اکثر دادهایی که مورد نظر بود برای امروز منتشر شده. از ژاپن تراز تجاری رو داشتیم که نشون داد که تراز تجاری یه مقدار کمتر از انتظار بود. من در مورد تراز تجاری ژاپن و بحث ژاپن بگم. ژاپن یک مشکلی که در ژاپن الان در چند وقت اخیر ایجاد شده، اون ضعف شدید ین ژاپن است. این ضعف ین ژاپن باعث شده که خیلی از شرکت هایی که مواد اولیه وارد میکنن یه مقدار توی تامین قیمت مناسب مواد در اولی دچار ضعف بشن، یک. و دوم اینکه اون ین ژاپنه میزان سوددهی شرکت ها رو هم اومده تحت تاثیر قرار داده. این باعث شده که مقدار بازارهای سهام در ژاپن دست به شاخ قرار بگیرن در 2 هفته اخیر در این باره، در پی این شرایط. حالا این مسئله باعث میشه الان که در واقع بعد از اینکه شرایط ایجاد شده، الان صحبت ها خیلی در مورد اینکه بانک مرکزی دخالت بکنه اینا خیلی زیاده. حالا این ضعف تراز تجاری هم یکی از دلایل اصلیش همین ضعف ین ژاپن هستش. در استرالیا میزان وام هایی که برای در واقع خونه گرفته شده 1.6% رشد کرده، بهتر از محقق بود اما کمتر از انتظارات بود و این نشون میده که همون صحبت هایی که در مورد استرالیا در هفته اخیر انجام دادیم، اینکه با توجه به این شرایط استرالیا، بانک مرکزی در استرالیا به کاهش نرخ بهره در جلسه آینده نزدیک میشه. تولیدات صنعتی در اروپا، و در چیز رو داشتیم، آلمان رو داشتیم که نشون میداد که تولید صنعتی 2.1% افزایش پیدا کرده بعد از ضعف رشد ضعیف 1.3% ماه ژانویه. در ماه فوریه رشد بهتر بوده و همینطور دادهای اخیر هم نشون میده که میزان وام سود وام مسکن در بریتانیا در 7.92 باقی مونده، 7.92%، که این عدد خیلی بالاییه و این باعث میشه که قیمت مسکن در ماه آینده همچنان بالا بمونه و ضعف این موقع فشار رو بازار سهام، بازار مسکن رو قطعا در بریتانیا میتونه در پی داشته باشه و ادامه بده. الان با توجه به این داده ها، ضمن اینکه خارج از این داده ها مسائلی که وجود داشت، حالا ببینیم رو چارت، اونجا رو چارت بیشتر توضیح دادم که با توجه به این شاید داشتیم. این چارت قیمت نفته، همونطور که می‌بینید نفت بعد از افزایشی که در هفته اخیر داشته، در ابتدای این هفته کاهش پیدا کرد که دلیل اصلی این کاهش اون خبری بود در رابطه با اینکه اسرائیل یه سری از نیروهاش از جنوب غزه خارج کرده. حالا و گزارش‌های شبکه تلویزیونی فراموش کردم خود شبکه تلویزیونی که شبکه تلویزیونی مصر گزارش منتشر کرد مبنی بر اینکه اسرائیل و حماس دارن، اسرائیل و در واقع حماس دیگه دارن به یک قطعنامه موقت، میگم قطعنامه، به آتش بس موقت نزدیک میشن، توافقنامه آتش بس موقت نزدیک میشن. همین مسئله مقدار تنش های مقدار کاهش بده، کاهش داده و باعث کاهش قیمت نفت شد. ضمن اینکه بعد از چند روز انتظار از اینکه احتمالا جمهوری اسلامی هم یه واکنش به اون حمله هفته گذشته اسرائیل نشون بده، وقتی که جمهوری اسلامی به واکنشی نشون نداد تا کنون، یه مقدار میزان سطح تنش اومده پایین. همین کاهش سطح تنش باعث شد که قیمت نفت مقدار کاهش پیدا بکنه. اما این هفته ما در طی هفته گزارش ماهانه اوپک رو داریم که بسیار مهمه، گزارش ماهانه سازمان اتلاف انرژی رو، سازمان بین‌المللی انرژی داریم که مهمه، اینا میتونن روی بازار نفت تاثیر بذارن. اما در بازارهای سهام، همونطور که یعنی در شرایطی که بازارها منتظر وضعیت روز چهارشنبه و پنجشنبه هستن و دادهای تورم هستن، یه مقدار تحت فشار قرار گرفتن. همونطور که می‌بینید بازار تو بالا باز شد ولی کم کم کاهش پیدا کرده. بازارها، من هفته قبل هم عرض کردم خدمتتون، یه مقدار فعلا یه مقدار تحت فشار قرار خواهند گرفت، یه مقدار فشار رو بازار سهام خواهد بود. گزارش‌های درآمدی که شروع میشه یه مقدار شاید
هم جدا از دادهای تورمی که ما رو چهارشنبه داریم، حالا دادهای تورمی که این هفته داریم، گزارش های درآمدی یک چراغ در واقع روشنتری به ما میدن از آینده حرکت بازارهای سهام، جدا از اینکه خود گزارش های درآمدی چی میشن، عدد چشمانداز حالا سود و ضررها چی میشه. همونطور که قبلا هم گفتم، بازم تاکید میکنم، اون چشماندازی که شرکت ها ارائه میکنن برای 3 ماهه آینده و برای سال آینده، این سالی که در پیش رو داریم، یعنی کل سال 2024، این بسیار 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 مهم خواهد بود. از اونجایی که 3 ماهه اول معمولا چندان 3 ماهه دلچسبی نیست، معمولا برخلاف 3 ماهه آخر که معمولا 3 ماهه دلچسبیه، فصل دلچسب بین 3 ماهه اول معمولا، و این باعث میشه که احتمالا اون چشم انداز یه مقدار فشار بیشتر رو بازار سهام ادامه بده، یعنی این روند نزولیه که شروع شده احتمالا ادامه پیدا بکنه. در مورد بیت کوین دوباره افزایش قیمت داشت، اگه خاطرتون باشه ما در مورد بیت کوین یه صحبتی کردیم، این خط روندی که کشیدیم، محدودیتی که عرض کردم خدمتتون، یه حالت پرچم‌مانند ایجاد شده بود، گفتیم که اگر در این شرایط که هستیم، اگه زیر 63000 تا روند نزولی میتونه شروع بشه، از اون طرف هم بالاتر از 72000 تا روند صعودی میتونه شروع بشه. الان 72000 تا رو رد کرده، حالا اگر در واقع رو همین سطح 72000 تا بماند، که البته 72000 تا حالا هفته قبل بود، وقتی که مثلث کوچیک‌تر میشیم به 71000 تا 400-500 رسیده بود، بالاتر از 71400-500 و خارج از این مثلث که اینجا شکل داده، پرچمی که اینجا شکل داده، خارج از این الگوی پرچم، روند صعودیه از نظر تکنیکال. با توجه به اینکه به 21 هم هالوینگ رو داریم و نزدیک هالوینگ هم میشیم، احتمالاً این تزای بازار فعلا از این روند صعودیه، حتی اگر شده نرم و یا حفظ قیمت‌های بالا، احتمالاً حمایت می‌کنه. فعلا اون ریسک بازار نسبت به اینکه کاهش پیدا بکنه مقدار کمتر شده، میگم مگر اینکه زیر 63000 تا کاهش پیدا بکنه. مدیر عامل شرکت ریپل هم امروز بوده دیروز یه بود اظهار نظر کرده که حرکت بعدی بازارهای سهام، بازارهای رمزارزها حرکت بزرگی خواهد بود. خود ریپل هم امروز بعد از این اظهار نظرها وضعیت بهتری داشته و رشد خیلی خوبی نسبت به در مقایسه با دیگر ارزها داشته. این کلیت وضعیت بازارهاست. حالا اگر بازم سوالی داشتید، مسئله بود، امروز در ادامه داد اقتصادی مهمی دیگه نداریم، فقط بانک فدرال نیویورک کانسومر اینفلیشن اکسپکتیشن رو قرار منتشر کنه، یه چشمانداز انتظارات تورمی مصرف کننده رو قرار بانک نیویورک منتشر کنه، که حالا انتظارات مصرفی که بانک نیویورک منتشر میکنه شب مهم هست، ولی اونقدری که بخواد رو بازارها تاثیر خاصی بذاره نیستش. این از این دیگه مسئله دیگه نداریم. حالا بازم اگر در ادامه سوالی مسئله بود، زیرا هم ویدیو در اینستاگرام چه در یوتیوب بودیم بنویسید، سعی کنم در برای فرصت بعد بهتون برگردم و به سوالتون جواب بدم. تا فردا که دوباره فرصت بشه بتون در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگه دارید.